شماره از فعالان مدنی و خبرنگاران با ابراز نگرانی از ادامه ترورهای هدفمند هشدار میدهند که هرگز به عقب بر نمیگردند و از حکومت افغانستان میخواهند تا عاملان این ترورها را شناسایی و مجازات کند این فعالان مدنی از طالبان میخواهند به آتش بس توافق کنند اما از نهادهای حقوق بشری و ملل متحد خواستار شامل ساختن عاملان قتلهای هدفمند در فهرست سیاهند عامل اصلی قتل های زنجیری، فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران، گروه های تروریستی مخصوصا طالبان بوده و به همین منظور آن را شدیدا محکوم می نماییم. سوم، ما فعالین جامعه مدنی و حقوق بشری ضمن محکوم نمودن ترورهای هدفمند بیان می داریم که به فعالیتهای خش ادامه داده و هرگز به, به عقب بر نخواهیم گشت. دلیل تلگراف به نقل از مجاهد رحمان یک نظامی طالبان نوشته که فعالان مدنی و خبرنگاران شرورند برای گمراهی افغانها و گسترش سکال فعالیت دارند آنان باید فورا متوقف شوند طالبان به گونه رسمی دست داشتن در قتل های هدفمند را رد کردند. اند شماره از خبرنگاران و فعالان مدنی تاکید دارند که طالبان از این قشر در حراسند اما چرا فعالین مدنی که صدای خود را میکشن اعتراض میکنن گپ حق به زبان میارن یک خطر بزرگ و یک تهدید بزرگ هست برای طالب برای دایش و تمام کسایی که در افغانستان فعلا دارن ظلم و ستم میکنن اینا میخوان با این عمل کرد و خود صدای از اینا رو خاموش بسازن تا این می واقعیت های جامعه ما از جمله آزادی بیان از حقوق زنان و, و شهروندان از ایر خفه بسازن هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در دوها نیز ترورهای هدفمند و قتلهای زنجیری را نگران کننده می اما هنوز در این مورد با طالبان بحث نشده است. شورای عالی مسالحه نیز می گوید که چگونگی ختم ترورهای هدفمند و تامین آتش بس اولویت هیئت افغانستان برای بحث با طالبان است. تا هم ما منتظر هستیم که طرف مقابل موضوعات و اجندای خود را و اولویت های خود را با حیات مذاکره کنندی جمهوری اسلامی افغانستان شریک بسازه بحث های بین تیمی خود را اتمام بکنه تا ما زودتر اجندا را توحید بکنیم و بریم سری موضوعات اجندا بحث های اساسی را آغاز بکنیم متاسفانه که جنگ در افغانستان شدت گرفته تلفات بالا رفته و ترورهای هدفمند هم نگرانی هایی را بر مردم خلق کرده محمد نعیم وردک سخنگوی هیئت طالبان در دوها می گوید که آنان غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهند اما وی در مورد دلیل تاخیر آغاز مذاکرات اظهار نظر نکرد طالبان شاید عراقی نویسا بلند پای طالبان مزی خبر نباشد گروپ های کوچک را شاید پوتو پنهاد آماده ساختن تا که فشار برای جامعه جهانی و حکومت افغانستان فشار برن پیش از این امرالله ساله معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان راه حل برای کاهش و ختم ترورهای هدفمند را اعدام زندانیان طالبان خوانده بود طالبان اظهارات آقای سالی را تلاش برای سبوتاش روند صلح خواندند اما آقای سالی بار دیگر گفت که 20 هزار نظر را در رابطه به ایدام جنگجویان بازداشت شده طالبان دریافت کردند که 85 درصد خواستار عملی شدن این مورد شده اند. سمسامه سیرت، تلویزیون در امریکا کابل